سلام، من دکتر امین حسینی هستم و این جلسه 15 درمان استراب ماست. توی این جلسه میخوام در رابطه با یک تکنیک برای کمک کردن به کنترل استراب با شما صحبت بکنم، در رابطه با تکنیک دیوار. خب حالا خوب گوش کنید و مراحل انجام دادن این تمرین رو یاد بگیرید و در انتها بهتون میگم که چند روز باید این تمرین رو انجام بدیم. اول مکان آرامی رو توی یک اتاق پیدا کنید که چند دقیقه بتونید اونجا بدون اینکه نگران و آشفته بشید بمونید، جایی که زمان مناسبی رو برای خودتون سپری بکنید و با خودتون خلوت کنید. بعد ساعت خودتون رو برای 10 دقیقه تنظیم کنید. جایی روی دیوار رو پیدا بکنید که چیزی بهش آویزون نباشه و صورت خودتون رو روبروی اون قرار بدید. میتونید بیستید، روی صندلی بشینید یا زانو بزنید یا هر طوری که راحت تر هستید این تمرین رو انجام بدید. طوری به دیوار نزدیک بشین که جزئیات دیوار مثل رنگ، کاغذ دیواری، گچ یا هر چیز دیگه‌ای که روی دیوار هست رو به وضوح ببینید. حالا 3 نفس عمیق و آهسته بکشید. وقتی که 3 بازدم خودتون رو به طور کامل انجام دادین، اجازه بدین چشماتون روی دیوار متمرکز بشه. درست نگاه کنید. نظر شما در مورد بافت دیوار چیه؟ چه موادی درش به کار رفته؟ آیا حرارتی از اون بلند میشه؟ آیا دیوار بویی داره؟ اگه دوست داشتید حتی میتونید طعم دیوار رو هم بچشید. از همه حواس 5 خودتون برای درک کامل دیوار استفاده کنید. از بینایی، بویایی، شنوایی، لامسه و چشایی. همونطور که پیش میرین احتمالاً افکار خاصی به سراغتون بیاد. این دیگه چه کاریه دارم میکنم؟ دیوار رو لیس بزنم؟ یا پوش بکنم؟ یا گوش کنم ببینم صدایی داره یا نه؟ یا لمسش بکنم؟ این افکار طبیعی و عادیه. کار شما در اینجا فکر نکردن به افکار نیست. کار شما فقط اینه که به دیوار توجه کنید و اون رو احساس کنید. اگه افکاری به ذهنتون اومد اجازه بدین بیان و بعدم همونطور که به تکلیفتون برای آگاه شدن از دیوار برمیگردین اونا رو رها کنین تا برن، کاری باشون نداشته باشین. گام بعدی اینه که هر وقت 10 تموم شد احتمالاً ساعتتون شروع به زنگ زدن میکنه. قبل از اینکه به زندگی روزمره خودتون برگردین یه لحظه به تمرین دیوار فکر کنید. آیا متوجه چیزی شدین که پیش از این هرگز بهش دقت نکرده بودین؟ آیا چیزی روی دیوار شما رو شگفت زده کرد؟ آیا تنفس شما کنتر شد یا تندتر؟ نبضتون چطور؟ آیا احساس گرما کردین یا سرما؟ اگه در زندگیتون با مشکل استراب درگیر هستین، در این لحظاتی که به دیوار فکر میکردین استرابتون کمتر شد یا بیشتر؟ به خاطر داشته باشید هدف این تمرین فقط چشیدن طعم توجه آگاهی در لحظه است، نه رهایی از استراب. با این حال وقتی به طور عمدی و انعطاف پذیر در اینجا و اکنون روی دیوار متمرکز بشین، آیا قدرت نگرانی و آشفتگی رو مثل روزهای دیگه احساس میکنید؟ خب این تمرین رو باید به مدت 3 انجام بدید. اما یک تمرین دیگه ای رو هم دارید، اونم تمرین تنفس توجه آگاهانه است که جلسه قبل داشتید. اون رو هم باید همزمان با این تمرین انجام بدید. فقط باید یادتون باشه که این دوتا تمرین رو پشت سر هم نباید انجام بدید. یعنی مثلا تمرین تنفس توجه آگاهانه رو میتونید صبح ها داشته باشید و تمرین دیوار رو بعد از ظهرها. یک فاصله چند ساعتی بین این دو تمرین ایجاد بکنید.
و به مدت 3 روز هر روز این دو تمرین رو انجام بدین تا بتونید وارد جلسه بعدی بشین. بعد از انجام دادن این دو تمرین در بازه 3 روزه میتونید در روز 4 جلسه 16 درمان استراب رو گوش کنید.